بله، خب امروز میخوام در مورد سه موضوع، سه کلیپ کوچولو رو به نمایش در بیارم، بعد بگم چه نخی بین این سه تا ویدیو هست. یکی تظاهرات دانشجویان در تهران یا یکی از این شهرستان‌ها شعار میدادن مجاهد و پهلوی دو دشمن آزادی. بعد یه ویدیو در مورد یه دختر خانومی میاد مثلا ثبت نام بکنه برای انتخابات، یه حرفایی میزنه که یه خورده عجیب غریبه، اون ویدیو رو نشون میدم. بعد در مورد پروانه سلاشور که حرف خیلی خوبی زد، حرف تندی زد، پایه‌ای زد، خب اینه نمیتونستن به اصطلاح دستگیر بکنن، زندان بندازن، براش شایعه درست کردن تو شبکه‌های اجتماعی. و این هر ستا در واقع میخوام بگم که یه جوری دست دستگاه اطلاعاتی رژیم در کاره، البته ممکنه بعضی هم مخالف باشن. پس اولین ویدیو رو که توی فیسبوک خودم هست شیر کردم و موضوع رو نوشتم، اینو با اجازه دوستان در واقع بله پیداش بکنم. بله خب ببین چجوری هم شعار میدن و واقعا چی میگن، جای بیشرمی. من نمیگم من نه سلطنت طلبم نه مجاهدم، نقد خودم هم دارم، ولی نمیام مثلا تو تظاهرات شعار بدم، اونم درست 20 روز بعد از تظاهرات یا خیزش بزرگ مردم ایران در مخالفت با سیاست های نظام، با رهبری نظام، با خود نظام. اینا میان این کار رو در واقع انجام میده. من بیاد اون تو همون اوج سرکوب خیزش آبان 98 دیدیم یکی از این فرماندهان سپاه مطرح کرد که آره ما در این 40 سال خیلی کم کار کردیم علیه نظام پهلوی، متاسفانه خیلی از جوانان نمیدونن چی جوریه، نمیدونن خواهان بازگشت اون هستن. من وارد این قضیه نمیشم. واقعیت اینه که تمام تاریخ دانشجویی ایران، تاریخ مبارزاتی دانشجویان ایران، چه در 40 سال چه قبل از اون، علیه حاکمیت بود، علیه استبداد بود، علیه دیکتاتوری بود. خب شما نقد دارین، بیاین بشینین توی یک فضای دموکراتیک و یه دانشجوی مجاهد، یه دانشجوی مثلا سلطنت، هوادار سلطنت رو بیارین و امنیت بهشون بدین و اینا بشینن با هم بحث بکنن، و نه اینکه تظاهرات دانشجوها رو میارن اینجوری منحرف میکنن. خب ما میدونیم که پروانه سلحشور در مجلس گفت آقا جان نیمی از سهمیه های دانشگاه پزشکی رو همین بسیجی ها و حزب الله ها میگیرن، مردم که کور نیستن. بنابراین این یه موضوع هست. و موضوع دیگه دفاع برخی از این دوستان هست. یکی از این دوستان، من توی اون پست نوشتم اینها را اطلاعات سپاه را انداخته، یعنی این دانشجوهایی که شعار مجاهد و پهلوی دو دشمن آزادی رو میدادن. بعد مزدک نوشت، مزدک لیماکشی خود دوست قدیمی منه، طرفدار جبهه ملی و یه مخالف نظام هست، به هر حال نوشته کیانوش جان دانشجویان برای عدم وابستگی به این گروه بندی ها که ادعای دروغین رهبری جنبش ها رو دارن ساخته شده است و درست هم هست. چرا باید دانشجویان طرفدار مردم زحمتکش و مردم سرکوب شده، طرفدار رضا پهلوی، تمام اون بیکاری و مجاهدین سرگردان در کریدورهای کنگره آمریکا باشن؟ شاید وقت آن است که شما هم تجدید نظر بکنید. خب منم بهش جواب دادم که من نه مجاهدم و نه سلطنت طلبم، موضوع اصلی سیاست در ایران رهبری جمهوری اسلامی و باندهای مافیایی نظام ضد بشریه
علی خامنه‌ای است. 20 روز از جنایات وحشتناک سرکوب نظام نگذشته که این دانشجوها را علم کردن. هر وقت اینها شعار مرگ بر علی خامنه‌ای گفتن، اون وقت می شود گفت آنها دانشجوی واقعی هستند. هر دو نظر رو خوندم که عدالت رعایت بشه. خب ببینید، این که من شخصا به مجاهدین نقد دارم، هم به سلطنت هم به مجاهدین، و هیچ کجا هم نیومدم بگم دفاع بکنم و نقد خودم رو دارم، ولی جاش توی همچین شرایطی که تظاهرات مردم رو سرکوب کردن بعد اینا رو راه میندازن علیه اونا، تو همین چارچوب بد نیست که نگاهی بکنیم به برخورد انتقام جویانه ای که دستگاه اطلاعاتی از پروانه سلحشور گرفتن. با هم این تیک ویدیو رو ببینیم. دوران نمایندگی از مسئولیت سیاسی برخوردارند و طبق قانون به خاطر اظهارات خود تحت پیگرد قرار نمیگیرند، برخورد با پروانه سلحشوری و تنبیه او در فضای مجازی شکل گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای اخیر برخی از کاربران فضای مجازی با انتشار پست‌هایی از دستگیری یک باند گسترده ماساژ مختلط در تهران خبر دادند. باندی که علاوه بر ماساژ به مشتریان خود خدمات جنسی نیز ارائه می‌داد. خبرنگاران جوان می‌نویسد نکته‌ای که در این بین حاشیه‌ساز شد، توییت دو تن از نمایندگان مجلس بود که به صورت تلویحی و غیر مستقیم به ارتباط سرکرده این باند ماساژ مختلط با یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرده بودند. هرچند در این دو پست اسمی از نماینده‌ای مطرح نشد، اما با یک جستجوی ساده در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن بودیم که برخی از کاربران سرتیم این باند ماساژ را برادرزاده پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عنوان کردند. این خبر باعث حمله گسترده‌ای در فضای مجازی به پروانه سلحشوری شد. حمله کنندگان با اشاره به فعالیت‌های سلحشوری برای دفاع از حقوق زنان، از او پرسیدند چطور برادرزاده‌اش سرکرده باندی است که دختران در آن علاوه بر ماساژ باید خدمات جنسی هم ارائه کنند. پروانه سلحشوری پیش از این بارها مخالفت خود را با قانون حجاب اجباری ابراز کرده بود و تمام این اظهارات در این حملات مورد استفاده قرار گرفت. خب ببینید، دیگه از این واضح تر به نظر من نمیشه. یعنی حالا فرض کنید برادرزاده پروانه سلحشور رفته اون کار رو کرده، خب چه ربطی به خود این خانم پروانه داره؟ میبینیم چجوری دستگاه های اطلاعاتی به طور پنهان میان در شبکه های اجتماعی، در نفوذی که به هر حال در دستگاه‌های خبری دارن، میان این رو خبر می‌سازن و می‌چسبونن به این. خب این خیلی روشن هست که دست پنهان اطلاعات سپاه رو، سازمان اطلاعات سپاه رو ما ببینیم. مورد سوم در مورد یک خانومیه که روبند پوشیده، یه قرآن هم گرفته، اومده توی برمانداری میخواد ثبت نام بکنه، درگیری میشه، خبرنگارا هستن و اونم صحبت‌های دو پهلویی میکنه. با هم این ویدیو رو ببینیم. شما اگر مجلس بری چه کاری انجام میدید؟ شما منتظر باشید ببینید. چون با هزار رو خیلی هدف دارم. من 12 سال محقق دادگستری هم، مربی قرآن بودم، به زبان انگلیسی آیات کوچک، سوره های کوچک. من که اینجا منم با قرآن اومدم، تنها نیستم، با قرآن اومدم. واقعا وحشت دارم از این نماینده ها. فقط حق ما رو میذارن زیر پاشون. از این ور میگن به ما رأی بدین، از اون ور میرن مجلس میگه ما قدرتی نداریم. سید حسن مدرس گفت مجلس قدرت داره، شاه باید بره چون دیکتاتوره، چرخ زدن بلد نیست، نمیتونه 12 میلیون انسان رو اداره کنه. مجلس باید بیاد. خب مجلس اومد چیکار کرد؟ همین آقا اومدن چیکار کردن؟ به حق ما رو ضایع کردن. خانم اینجا خانم فقط برای خودتون صحبت کنید، کسی رو تخریب نکنید.
نه برای کار خودتون حرف نمیزنید. کسی به حق نداره تحقیر کنید. من انتقاد میکنم. انتقاد حق جاش نیست. الان ثبت نام انتقاد حق من. اینجا فرمانداری اجازه نمیدید که جوون حرف بزنه. چرا اجازه نمیدید من حرف بزنم؟ مگه برای من نیاز نداره؟ مگه تو برای من نیاز نداره؟ الان برای کاندیداتون دارید ثبت نام میکنید. نه استاندار اجازه میده حرف بزنید. نه فرماندار، نه بخشدار، نه شهردار. الان کوچه من آسفالتش داغون شده. بوی نم همه جای خونه رو گرفت. کی مسئوله؟ چرا مسئولیت نداریم؟ نداریم بریم کنار جوون رو بیام. بریم کنار بزنیم جوون رو بیام. ما هم خودمون اداره کنیم. این همه انتقاد کردید حداقل مردم تصویر شما رو ببینن و شاد بشن. خانم قیافتون حداقل نشون بده ببینیم چه کسی داره اینجوری حرف جان نمیزنه. مردم شما رو بشناسن. این همه درست نیست که قیافتون رو بپوشین انتقاد سرچ بکنید. بفهمید. مرسی. خب میبینیم که در واقع یه شعبده بازی به نظر میرسه، یعنی ایشون خب با یه پوزیسیون ضد نظام میاد، بعد میگه من مفسر انگلیسی قرآن بودم، با قرآن اومدم و انتقادات تندی هم میکنه، بعد خواستش رو میگه کوچه من آسفالتش خراب شده، بوی گندش رو همه جا گرفته. خب در صورتی که بقولی یارو اوضاع خرابتر از آسفالت کوچه ایشون یا خیابون ایشون هست. من نمیدونم حقیقت، به نظر من این هست که این یک بازی به اصطلاح گرم کردن انتخاباته و واقعا هم که جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه بعد از این سرکوب وحشتناکی که کرده، حالا چجوری میخواد مردم معترض رو، حداقل اونایی که اومدن توی خیابون، حالا اونایی که سکوت کردن رو کار ندارم، اونایی که اومدن در نزدیک 100 شهر و بزرگترین خیزش و تظاهرات و اعتراض مردم در این 40 سال بوده، اینا رو میخواد چیکار بکنه؟ خب ببینید، ما اولا که توی همین داستان گران شدن بنزین معلوم شد که اصلا مجلس هیچ کاره است، دولت، رئیس دولت آقای حسن روحانی که اصلا میگه خبر نداره، از طریق بقیه مردم خنده هم میکرد انگار که مثلا عروسی فرزندانشه، این همه مردم کشته میخندید که منم خبر ندارم که بنزین گرون شد، منم مثل شما. خب وقتی همه چیزی رو رهبر تصمیم میگیره، خب برای چی همچین بودجه رو شما میذارین برای مجلس؟ مجلس نه در سیاست خارجی دخالت داره، نه در مذاکره با آمریکا، برجام، سیاست خارجی، سیاست داخلی. این دیکتاتور ایران علی خامنه ای حتی برای مربیان خارجی که برای تیمای فوتبال و نمیدونم والیبال و اینا تعیین میشه میاد اظهار نظر میکنه. و ما تا یک سری داریم که رهبرانی در کشورهای دیگه نمیان در این حد دخالت بکنن. حالا سیاست های کلان رو تو انتخاب میکنی و من همینجا بگم واقعیت اینه که فاسدترین نظام در طول نه تنها تاریخ ایران بلکه تاریخ جهان بوده. دلیلش هم مشخصه، از ابتدای جمهوری اسلامی دو تا خط مش بوده، یکی مال رفسنجانی بوده که اون خط مش توسعه چینی رو تر میکرد، میگه ما باید بشیم ژاپن منطقه، یعنی توسعه اقتصادی داشته باشیم، توسعه سیاسی حالا فعلا جاش نیست. یکی هم این بود که اومد طرح در واقع هلال شیعه رو ترک کرد، تمام زندگی مردم رو نابود کرد. هر روز که میگذره مردم نگران روز بعد هستن که حتما بدتر خواهد شد. بنابراین خود جمهوری اسلامی هم میدونه که این بار دیگه مردم با اسلحه خواهند آمد، نه اینکه من مشفقش باشم. همین چند وقت پیش یک مقاله‌ای بود تو پیام رادیو اسرائیل، همچین چیزی به طور ضمنی مطرح کرد که اسلحه میاد. خب میرسونن، ایران با اسرائیل درگیره، با عربستان درگیره، با کشورهای عربی درگیره، با همه درگیره. خب اونا هم کاری نداره، اسلحه رو میرسونن به همینجوری مجانی میریزن تو منطقه، بالاخره تا تهران هم میاد. ببینید راه، ببینید چقدر بخشی از اپوزیسیون ما خامه،
نمیتونه درک کنه که این سه تا حرکت رو من نشون دادم که یکی دانشجوها، یکی نمیدونم مال تو شبکه های اجتماعی علیه خانم پروانه سلحشوری اومدن اینجوری تنبیش کردن، یکی دیگه هم همین بازی های انتخاباتی. مردم از همین الان باید بگن آقا جان ما اگر میخواییم ما بیاییم رأی بدیم، ما رفراندوم میخواییم. مجلس برای چی بخواه؟ اصلا فرض کن همه هم بشن اصلاح طلب، منتقد نظام، خب کاری نیست. اون یعنی علی خامنه ای اونه که رسمی میگیره که آقای ظریف بره آمریکا نره، زندانی سیاسی زندانی های آمریکایی رو آزاد بکنن یا تبادل زندانی انجام بگیره. الان هم ترسیدن، رای که در پیش گرفتن یکی فوری آقای علی خامنه ای ظریف و روحانی رو میخواد بفرسته ژاپن، حتی کمتر از اون خواسته هایی که اون زمان دولت ترامپ و کشورهای دیگه میخواستن بدن، کمتر از اون راضی شدن که برن، برای اینکه دیدن که همینجوری پیش برن مردم اینا رو تیکه تیکه میکنن. یعنی این اصلا شوخی بردار نیست دیگه، نیست دیگه، تموم شد، تمام این بازی ها تموم شد، تمام این دوی خرداد و اصلاح طلبی و کدوم اصلاح طلبی، چی کار کردین، چه نقشه ای دارین؟ باید مردم ببرین پای صندوق های رای با این بازی های این که دختر خانم اینجاشو بسته و شروع کرده به نخ کردن و باید تمام غمش اینه که کوچهشون یا خیابورشون اصفار میشه. شب روزتون خوش.